افزایش زیان‌های اقتصادی کابلیان توأم با انزوای 3 هفته‌ای برای نجات از کووید 19. کابل شهر با جمعیت نزدیک به 7 میلیون در این روزها آرام‌تر از گذشته است. شاید جرایم جنایی و سازمانیافته در پایتخت افغانستان این روزها کاهش چشمگیر داشته باشد، اما تازه ترین چالش فراراه کابلیان و حکومت افغانستان شیوع ویروس کووید 19 است که همه روزه به شمار مبتلایان آن در کشور افزوده می شود. در 4 روز پسین کابل برای نجات از شیوع بیش از حد ویروس کووید 19 به انزوای خانگی رفته است. تدابیر دست داشته حکومت شاید برای مبارزه با این پدیده کمک کند، اما انزوای کابل سبب شده تا دهها پایتخت نشین با زیان‌های اقتصادی چشمگیر روبرو شوند. عصمت الله شهروند کابل یکی از کسانی است که انزوای خانگی در 4 روز پسین او و فامیلش را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. دغه مرض کرونا صدا د خود جامعه جهانی ته غونډه تای ضربه ور کړده، بل هم په افغانستان کې هم خل مزمن بیکاره دي، په غریبی اقتصادي غریبی او په بازار هم کې قیمتونه د ازمنګ تجاران صدې دوی قیمتونه هم پورته بیولي. به باور وی نبود فرصت‌های اقتصادی و محدودیت‌های وضع شده برای جلوگیری از گسترش کووید 19 در کابل سبب شده تا صدها خانواده مانند خانواده او در یک شبانه روز گرسنه بخوابند و هزاران دستفروش نتواند وعده غذایی یک وقتشان را نیز فراهم کنند. عصمت الله میگوید دوی سره موږ وال لاس پلاس سیرو رو ولادي دی مرض یا تبادیر و دویا و امار دی که چه دا پر قسم که باید دا مرز امار سی چه دا از منگا باطن تا دیر اقتصادی زربم دا وخ. این روزها پایتخت گواه سکوت عجیب است. جاده های شهر کمتر گواه ازدحام ترافیکی است و دکانها برای مشتریان بسته شده است. تفریگاه ها نیز از این امر مستثنا نماندند و مالکانشان برای رهایی از شر ویروس کووید 19 به انزوای خانگی رفتند. رفیع الله دانشجوی رشته اقتصاد که باشنده کابل است از شیوع ویروس کووید 19 وحشت زده شده است و میگوید شیوع این بیماری نه تنها برای افراد زیانهای جدی وارد میکند، بلکه خانواده ها و در نهایت اجتماع از این ویروس کشنده آسیب جدی میبیند. با باور رفیع الله، خب کرونا یک مرض فراگیر است که نه تنها فرد بلکه خانواده و ضرراش به سطح اجتماع رسیده و هر واحد اقتصادی را به شمول خانواده، مخصوصا کسایی که دارای عاید ثابت نیستند به این مناک در اراکین دولت وظیفه ندارند و بر شکل روزمزد کار میکنند، اونا را بیشتر تحت تاثیر قرار داده و حتی کسایی را ما سراغ داریم که هر آیدشان به اندازه میشه که به یک روزشان کفایت میکنه. حسین که بودوز است، روزانه به گونه اوسط نزدیک به 300 افغانی درآمد داشت، نگران برآورده سازی نیازمندی های روزانه خانواده اش در این روزهای به انزوا رفته کابل است. او میگوید ده چند روز رخصتی که از خاطر کرونا رخصتی که دولت مردم میگه ایزام نکنه، یعنی این ما مردم طبقه غریب هستیم، ولی که ما اینجا کار نکنیم چی رو بخوریم؟ یعنی یک سو بدر اینجا این مواد خوراکی قیمت شده، یک بوجوها بدر در 2500 پر رسیده 2500، این بدر 1400 پر بوجوها بود، ولی طبقه غریب چی رو کنه؟ چی رو کنه؟ حسین بودوز انتقادهای شدید از ضعف حکومت دارد و می افزاید باید دولت خودش یعنی دو ماه پیش اینجا آمادگی میگرفت، اینجا آمدگی میگه تا گوداماشون مواد خوراک توزیع میگه به طبقه غریب مواد میده که ما طبقه غریب نبراید. آره یک تعداد برای خانه کرایی داره، کرای خانه زی پروژه چی داشت. محمد داوود مالک یکی از رستورانت های است که روزانه برای نزدیک به 150 مشتری غذای آماده را انتقال میداد، اما با به انزوا رفتن کابل تجارت او نیز کم رنگ شده است. او میگوید از تمام مشتریانش که دست کم روزانه بیش از 200 وعده غذایی را دریافت میکردند، در این روزها ناگزیر است برای 20 مشتری غذا آماده سازد. این فروشنده میگوید فعلا کاروبار هیچ کم است، به هیچ کاروبار گپ سکوت است،
دیگه شش پنج شش نفر شاگرد داشتیم، حالا شاگردان کلگی رخصت است، یک برادر منیم، یک کم توم یک دو کیلو سه کیلو و یک چند مشتری هست که مورا جور میکنه، دیگه بخید کاربار خلاص هست. اما با استفاده از فرصت کنونی، برخی از فروشندگان بزرگ و بازرگانان دست به بلند بردن بهای مواد خوراکی زدند، موردی که خشم برخی از عالمان دین را برانگیخته است. این عالمان دین میگویند که استفاده جویی در حالات بحرانی از دیدگاه اسلام نارواست و کسانی که سودجویی میکنند به غضب الله گرفتار میشوند. مولوی ذکرالله صافی یکی از عالمان دین با نکوهش عمل احتکار در حالت‌های بحرانی میگوید زین خلق یا زین زمنگا بدبختانه متاسفانه تجاران احتکار کئ چې احتکار د دین مبین اسلام د نظر دا یو بد عمل دی، دا یو گناه ده، یو عظیم گناه ده. از سوی هم مولوی عبدالشکور فقیری یکی از عالمان دینی دیگر همکاری بازرگانان با افراد نادار را در شرایط کنونی لازمی میداند. الجالب مرزوق و المحتکر و ملعون. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث مبارک ده، تاجر مرزوق ده یعنی رزق او روزی ورکړی شوی ده. پلان مثال کې تاسو ته زوایم چې کوم د خیر کار چې الله پاک د خیر کسته ور په برخه کړی ده، هغه څوک ده؟ هغه تاجر ده. انتقادها از افزایش ناداری در روزهای منزوی شدن کابل در حال صورت میگیرد که بر بنیاد آمارهای رسمی وزارت صحت عامه در روزهای پسین دست کم 239 رویداد مثبت بیماری کووید 19 در بیشتر ولایتهای کشور به ثبت رسیده است و اگر شهروندان افغانستان این بیماری را جدی نگیرند، بحران ابتلا به بیماری کووید 19 دامنگیر بیشتر افراد خواهد شد که در آن صورت مدیریت درمان این ویروس برای افغانستان به دردسر جدی مبدل می شود.